بانم به یاد خدا چراغ سبز رئیس باشگاه بارسلونا برای بازگشت گواردیولا. رئیس باشگاه بارسلونا از بازگشت پر افتخار ترین سرمربی تاریخ بارسلونا به نیوکم استقبال و برتلاش خود برای حفظ ستاره آرژانتینی یعنی لیونل مسی این تیم تأکید کرده است. در ادامه با ارزش پلاس باشید و برای تازه ترین اخبار ورزشی کافیست که کانال ما را سابسکرایب کنید. جوزپ ماریا بارتومیو رئیس باشگاه بارسلونا در گفتگو با نشریه ریپابلای ایتالیا با بازگشت پپ گواردیولا به این تیم چراغ سبز نشان داده است. سرمربی حال حاضر تیم فوتبال منچستر سیتی سال 2012 پس از کسب 3 قهرمانی در لالیگا و 2 قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا و مجموعاً 14 جام به دوران کاری 4 سالش در نیوکمپ پایان داد. بعد از گواردیولا اگرچه لوئیس انریکه توانید سگانه قهرمانی بارسلونا را در سال 2015 تکرار کند، اما هیچ کسی هنوز نتوانسته مانند او در یک فصل 6 جام ببرد. به همین دلیل گواردیولا نزد هواداران بارسلونا از محبوبیت خاصی برخوردار است. بارتومیو درباره احتمال بازگشت گواردیولا به نیمکت بارسلونا که با اظهارات اخیری پدر این سرمربی اسپانیایی تقویت شده است گفته که بازگشت گواردیولا به بارسلونا چیزی نیست که به من بستگی داشته باشد. پپ گواردیولا خودش تصمیم گرفت که برود، اما او هر وقت که بخواهد میتواند برگردد و درهای باشگاه بارسلونا برای او باز میباشد. رئیس باشگاه بارسلونا درباره آینده لیونل مسی گفته که دوست دارم قبل از پایان دوران ریاستم در بارسلونا با مسی یک قرارداد مادام العمر ببندم. همان کاری که برای آندرس انیسا انجام دادیم. او آنقدر با باشگاه خدمت کرده که حق داشته باشد بگوید که چه زمانی میخواهد به دوران بازیش در بارسلونا پایان دهد. با این حال من فکر میکنم که تنها شانسی که ایتالیایی ها، بریتانیایی ها و طرفداران لیونل مسی در سایر کشورها برای دیدن او دارند این است که منتظر بمانند تا بارسلونا به کشورشان سفر کند. بارتومیو راجع به شایعاتی که پیرامون احتمال انتقال ایوان راکیتیچ و آرتور ویدال از بارسلونا و خرید لاوتارو مارتینز مهاجم آرژانتینی اینتر در پنجره نقل و انتقالات وجود دارد هم صحبت کرده است. او گفته که تیمی ما تیمی متوازنی است و بازیکن جدیدی نمیخواهد، اما ما در فکر حفظ بازیکنان فعلی خود هستیم. بارتومیو در مورد لاوتارو مارتینز گفته که این سوال مسئله برانگیز است. تنها چیزی که من میتوانم درباره او بگویم این است که این روزها او خیلی خوب بازی میکند، اما او تنها بازیکنی نیست که مرا تحت تاثیر قرار داده است. نظر شما در مورد بازگشت گواردیولا به نیمکت بارسلونا چیست؟ آیا شما دوست دارید که گواردیولا را یک بار دیگر در بارسلونا ببینید یا خیر؟ نظر خیش را در کامنت همین ویدیو با ما شریک سازید. تشکر از اینکه تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.